و هم به معنای مثبت او در من در خرابات مغان نور خدا میبینم. این عجب بین که چی نوری ز کجا میبینم. خرابات مغان پیش حافظ دیگه او تو خرابات نیست. خرابات میگن جای شرابخانه و قمارخانه و جاهایی که زنا و نفت بوده. اما در عرفان اسلامی از سنایی به بعد خرابات چنین معنایی نداره. مولانا خود پیر خرابات میخوانه. تا بیدل این جریان وجود داره. خرابات جای مقدس هست. یک سمبول است، یک نماد است. برای چی این نماد به کار بردن؟ خراباتی شدن یعنی رهایی. خراباتی شدن یعنی تمام بدی از اینها پرسید که آیا من خدای شما هستم؟ الستو بربکم؟ خود خدا در قرآن باز میگه که قالو بلا، گفتن ما بله ما هستیم. ما که خبر ندارم که گفتم یعنی، اما خود خدا میگه دیگه درست است که گفته که بله شما گفتید. اما ببینین عطار چی زیبا میگه، یعنی بلا، بلا یعنی بله که ما از زبان عربی گرفتیم. عطار میگه ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم. مست الست اصطلاحی که امروز در افغانستان به کار میره. میگه فلانی که تو مست الست بودیم امروز نمیفهم چی شده بود. ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم چون همه مست آمدیم. میگه یادم رفته بود که بگه بله تو خدای ما هست، یادم رفته به شراب بسر خورده بودیم. و اینجا شراب عرفانی هست، باده عرفانی ره می الست میگن. یعنی عرفا برخلاف شرعیون انتقاد دارند که ما در روز اول، در روز ازل، در روز آفرینش، در روز الست بر خدا تنها نگفتیم که ما بنده تو هستیم. بله ما در این روز عاشق خدا شدیم، یعنی از باده خدا خوردیم، مست شدیم. ما خدا را در اون روز دیدیم. الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. چون خدا زیبا بود و ما او را دیدیم و عاشق خدا شدیم از او روز. از این لحاظ باده الست در شعر عرفا به این معنا به کار میره. ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم. مولانا میگه، حافظ میگه، سعدی میگه، همه از اینا از باده الست صحبت میکنن. از میی که یعنی عشقی که در او روز به وجود آمد. و بعدا شعر میخوانم که حافظ زیباترین بیان بر از این عشق کرده. هیچ شاعر دیگری با این زیبایی بیان نه. هر وقت که بودیم بست از من بست کنیم. نه ما شما هرگز نمیدیم. ما هرگز بست نمیدیم. بسات پنجره شما هرگز کنان آمون زنده سکنیم. مولانا میگه روز الست جان تو خورده می زخان تو، خواجه لامکان توی ای انسان. تو خواجه لامکان هستی، بندگی مکان مکن. پیش مولانا همیشه انسان بسیار بزرگ است، اما ای که خود ارزان میفروشه ای بسیار بد است. درست همی اندیشیست که بعدا نیچه انسان ها رو به سه دسته تقسیم کرد، اوور منش و منش و سوبر منش، دیالکت منش. اما پیش از نیچه حافظ مولانا انسان ها رو به سه دسته تقسیم کرده بود. انسان های نرمال عادی، انسان هایی که خود فروختن و انسان هایی که به مقام الهی رسیدن، مثل خود مولانا که از او پرسان کردن خدا در کجاست؟ گفت نیستن در جبه هم الا خدا، در زیر عبای من، در زیر چپن من غیر از خدایش کس نیست. یعنی اینجا پیش خود انسان های بزرگ، انسان کامل در خدا میزیه. یکی ایست که خدا میشه که این عقیده امروز مردود است، عقیده ابن عربی و حلاج و اینا.
و یک ای که در خدا میزیه وقتی که امی پلکان امی پیمایه مراحله. سعدی میگه شراب در ازل در داد ما را، هنوز از تاب آن می در خمار. و حافظ چی میگه؟ میگه می پرستی که بادهش ابدیست تا قیامت نمیشود هوشیار. این می پرست هست. خرم دل آن که همچو حافظ جام ز می الست بیه. اینجا دیگه شراب به معنای باده انگوری نیست. اینجا شراب همون شراب عرفانی هست که در کدام یک از این لحظات حافظ چنین بوده که گفته خرم دل آن که همچو حافظ جام ز می الست بیه. حافظ اعتقاد داشته که من در یک زمان همیر گرفتم، حتی دوش وقت سحر نمیدانم ادعا هست یا نیست، حافظ ادعا میکنه که یک چیزی، یک موهبت بر از او دادن. شعری که او میگه موهبت هست، الهام هست، چیزی مثل وحی هست. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شبی نیک این تازه براتم دادن. سه چهار روایت هست در باره از این دیگه. و از این لحاظ باز هم ما در تعارض با دو اندیشه قرار میگیریم. حافظ از یک طرف از می انگوری صحبت میکنه و از سوی دیگر از می الست، از می که تمام کسا حتی تا بیدل و تا شاعران بعد از آمدن. بیدل میگه می پرست ایجادم، به جای الست و به جای ازل و به جای اینا ایجاد میگه. می پرست ایجادم، نشه ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم. مثل دانه انگور است و شیشه در بغل ماست، برای از اینکه من در روز ایجاد او شراب عاشقانه نوشیجان کردم. بعد امیدوار هستم که این دو بخش بسیار با سرعت بیان بکنم و سوالی اگر داشتین من تونستم جوابش بدم جواب بدم. او دو بخشی هستند که حافظ آیا یک آدم دینمداری بود یا نبود. حافظ یک اصیانگر دینی است. در برابر روح زیایی ریایی، در برابر تصوفی که در قرن هشتم هجری به فساد آغشته شده بود، درباره کسانی که عملا وجود داشتند که گربه در پشت سرشان مثل خود امام نماز میخواند، یعنی رکوع سجده میکرد، غرمه شد که گربه عابد نماز کرد. این برای عماد فقیه میگه، یک از شاعرها قرن هشتم و یک از عرفای معروف است. گربه را همینطور تربیت کرده بود که هم نماز میکرد. گواهیان چون جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، از این لحاظ انتقاد میکنن. به خلوت در جلوت یک چیزی میگوین و در خلوت چیز دیگر میگوین. و از شهر که مردم ملکش میخوانن، قول ما نیز همین است که او آدم نیست. ببینین این آدم نیست چی از ایهام قشنگی هست. راست میگه او مردم ملائکه میخوان، ملائکه نیست، آدم نیست، یعنی ملائکه نیست، او آدم نیست اصلا. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر بر فلک حقه باز کرد. صوفی رو خوش ندارد. و زاهد ریایی ره. و مقدار از این شعرها بسیار زیاد است که همه شما خواندین و به خاطر دارین، نمیخوایم تکرار کنم. منطقه اگه دو اشاره که حافظ بسیار شدید کرده در مورد حوزه دین، یکی این است که حافظ شعر ساخته بود و در آخر شعر گفته بود که گر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردای. ولی گفتنی خود درست نیست، تو قیامت که اصلا وجود داره و تو ممکن شده قیامت، اگر شرطی آوردی که اگر قیامت باشد. بعد با یک دوست خود که
ابو بکر زینالبودیست مشوره کرد و گفت که یک بیت دیگه بیار که نقل قول کنی، چون نقل قول کفر در اسلام کفر نیست. مثلا بگوین که فلان کس گفته خدا وجود نداره، شما گناهکار نیستی، برای اینکه نقل قول کفر کفر نیست. این حدیث هم باز این آور، این حدیث هم چی خوش آمد که سهرگه میگفت بر در میکده با دف و نی ترسای گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود. یک جای دیگر هم حافظ بسیار شدیدتر بر آفرینش و آفرینشگر میتازه، میگه که شیخ ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، خداوند هیچ خطایی نکرده، شیخشان گفته، شیخ حافظ. اینا حافظ خودش چی میگه؟ آفرین بر آفرین به کی؟ آفرین بر نظر نیک خطا پوشش باز. آفرین که شیخ ما که آدمی هست که خطاهای یک آدم اگر میباشه، خداوند آفرین در آفرینش خطا کرده، اما شیخ ما آدمی هست که بسیار بسیار بزرگ هست میباشه. این از این قبیل حرف ها در شعر حافظ زیاد است، در شعر مولانا زیاد است، در شعر عطار زیاد است. این به عنوان یک سنت عرفانی وجود داره. مولانا میگه ز عشق روی تو، بر خدا میگه ز عشق روی تو من رو به قبله آوردم، وگرنه من ز نماز و ز روزه بیزارم. مرا غرض ز نماز این بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم. من نماز چی کنم؟ عطار میگه مسلمانان همان گبرم، من آن گبرم، خدا را خار میدارم. خودش میگه من گبر هستم. و مولانا میگه من نمیفهمم چی هستم، ترسا هستم، یهود هستم. اینا این بسیار چیزی مهمی نیست. برای از اینکه حافظ در تمام وجود خود یک آدم مسلمانی هست که عملا رفتارهایش در مورد تکالیف شرعی اسلامی نیست. خودش هم گفته که من اعتقاد از اول که با خدا داره، بعد در پیغمبر داره که میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، تا به خلیفه چهارم شعر داره که بدرقه رهت شود همت شحنه نجف، تا اعتقاد به بهش داره که میگه حافظ با تمام گناهایی که داره میره به بهش، با اون که قلب گناه هست میره به بهش اگر چه قلب گناه هست. حتی در مورد میعاد که خودش شک اسلوبی کرده بود، در اون مورد هم میگه فردا که حقیقت بیان شود، فردا که روزگار حقیقت بیان شود، بیچاره مقبلی که عمل بر مجاز کرد، یا بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. میگه کسایی که عمل بر مجاز میکنن فردا که فردای قیامت شده باز بیاین جواب بدن. یعنی به بهشت اعتقاد داره، به خدای اعتقاد داره. از همه بیشتر حافظ قرآن هست. حافظ قرآن بودن کدام کمال کلانه نبوده، ولی حافظ کسی هست که قرآن با 14 روایت میخونده. یعنی چی؟ امروز در لیبیا 100,000 انسان قرآن از یاد دارن. در لیبیا، شاید در کشورهای دیگه هم همچنان، ایسایی که من از لیبیا دارم. خب حافظ هم یک آدمی بودی که به لیبیا میبود، یک صد هزار و یک نفر بود. اما با 14 روایت چی مانا؟ بسیار خلاصه خدمتتون بگویم بر کسایی که 14 روایت برشون مشکلی داره. این هست که حافظ قرآن وقتی که پیغمبر مرد تکمیل نشده بود، یعنی تنظیم نشده بود و ترتیب نشده بود درست، بسیار کم. در زمان خلیفه سوم از سال 24 تا 28 هجری توسط زید ابن ثابت قرآنی که پیش حفظه بود این ترتیب شد، منظم شد به این شکلی که امروز هست. اما اشتباهات در اونجی از این جهت وجود داشت که قرآن نقطه نداشت،
چند روز پیش قرآنی در انگلستان پیدا شد که گفته میشه از زمان پیغمبر هست. دیدین او رو در تلویزیون که نقطه نداره، زیر و زبر نداره هیچ. قرآن اعراب بگذار، زیر و زبر بگذار. گفت نمیفهمون. باز یک قاعده برش کن که کل فاعل مفعول و کل مفعول منصوب. خوب یک قاعده است. به اساس از این قاعده اعراب گذاشتن. مشکل سومی که در قرآن وجود داشت، مشکل روایت های مختلف بود. هر قاری میگفت که من از زبان صحابه ایتو شنیدم. همین الحمدلله رب العالمین در مسئله مالک یوم الدین شش روایت است. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملکه یوم الدین. شش روایت مختلف بوده که بالاخره بعد از اینکه تثبیت شد، همین روایت عاصمه که قرائت کرده بود که امروز قرآنی که وجود داره به نام قرآن عاصم یاد میشه، یا قرآن امام. امام یعنی حضرت عثمان و قرآن عاصم یعنی قرائت عاصم است همین قرآن و روایتش از حفص است. هر قاری، هفت قاری بودن که اینا قرائت‌های خود کردن و هر قاری دو راوی داشت، مجموعاً 14 راوی و این 14 راوی ششتن و بالاخره از مابین از اینا یک روایت انتخاب کردن که همین روایت است که امروز تمام قرآن ها شیعه و سنی و اسماعیلی و غیر اسماعیلی و همه همینطور میکنن. تنها یکی دو تا کشور در افریقا هست که روایت رخش قبول داره، نه کمک اختلاف داره. اما شما تصور بکنید حافظ عالمی بوده که 1100 اختلاف خرد و کلانی که در قرآن بوده و 14 روایت مختلف از اینا می شده، 14 ضرب 1100 بکنید، اینا رو در ذهن خود می فهمید که فلانی چه قسم این آیه می خواند، فلانی چه قسم می خواند. پس چون این آدمی اعتقاد داشته به قرآن، خودش هم گفته ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که در سینه داره، قسم خوردن که از شعر تو به قرآن بسیار اعتقاد داشته، به معتقدات اعتقاد داشته. ایره من نمیخوایم که وکیل مدافع حافظ شوم و به عنوان یک خواننده حافظ بر شما میگم، کسانی که تصور میکنن که حافظ این حرفای ضد دین زده، اینا حرفای ضد دین نیست، اینا شوکیاتی هست، چتیاتی هست که هر عارف بر زبان میرانه، از صوفی و زاهد و اینا ریایی صحبت میکنه. بحث کلی ما میمونه، اگر سوالی کردین بکنین، چون یک ساعت شد و او بحث جالب ترین بحثی هست که باید تنها همون بحث ما عنوان میکردیم و حافظ عاشق است. جبر و اختیار هم خلاصتاً بر شما میگم که حافظ هم به جبر اعتقاد داشته، هم به اختیار اعتقاد داشته. رضا به جو بداده بده و از جبین گریه بگوشا که بر من و تو در اختیار نکشده. سری میگه در اختیار بر ما نکشده. و ولی در عوض هم میگه که بیا که ما جهان تغییر بدیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. این فلک این طرح که انداخته غلط است، بیا طرح دیگه بیاندازیم. و البته چرای بسیار زیاد دیگه اگر خواست خدمت کنم میخوانم در باره جبر و اختیار. گاه جبر اصولا حافظ جبری هست، حافظ سنی شافعی هست و سنی های شافعی اشعری هستند و اشعری ها غالبا اعتقاد دارند به چند چیز. از این جمله است رؤیت خدا در قیامت که اهل تشیع و معتزله اعتقاد ندارند که خدا رو ما در قیامت میبینیم، اما اشعری ها اعتقاد دارند که ما خدا رو در قیامت میبینیم. دیگر اشعری ها اعتقاد دارند که ما مجبور هستیم، حتی وقتی که من گیلاس رو بالا میکنم در این اراده خدا اگه نباشه ما بالا کردن نمیتونم. تا این اندازه حافظ جبری بوده و تا او اندازه هم اختیاری بوده ك
که شعرهای فراوانی برای اختیار خود